سلام دوستان و چقدر من خوش اومدید، امیدوارم هر جلسه حالتون خوب باشه. امروز با هم راه اندازی نود روی شبکه شاردیوم رو یاد میگیریم، چطوری میتونیم نودش رو راه اندازی کنیم و توی ایردراپشون شرکت داده بشیم. بچه داخل سایتش اگر شما حالا بیاید پایین، یه قسمت داره که خودشون قید کردن که قراره 5% توکنشون به اکوسیستم و ایردراپاشون تخصیص داده بشه، و اگر بیاید حالا داخل قسمت بلاگشون هم بشین، باز اینجا راجع به بتا لانچ اگر بخواید حالا اطلاعات کسب کنید، پایین تر یه قسمتی رو حالا قید کردن که مربوط به ریواردی هستش که به کسانی که توی بتا نتشون شرکت میکنن و نود رام میکنن تخصیص داده میشه. پس میتونیم بگیم احتمال 100% هست که این دیگه بخواد ایردراپ بده. راه اندازی نود داخلش سخت نیست، شما به یک سرور مجازی نیاز دارید. سرور مجازی رو میتونید از سایت هایی که حالا فروش سرور مجازی دارن تهیه کنید. من از سایت هایی که با کریپتو حالا خرید و فروش انجام میدم استفاده میکنم و به شما هم توصیه میکنم از این سایت ها بگیرید، چون براتون ارزون تر در میاد. سایتی که امروز ما میخوایم استفاده کنیم ازش برای خرید سرور مجازی برای پروژه شاردیوم که نودمون رو روش راه اندازی کنیم، سایت PQ هاستینگ هست که حالا پلن های متفاوتی داره. قبلش بریم سراغ این که اصلا چه سیستم عامل و چه سخت افزاری نیاز داریم برای راه اندازی این نو. تو قسمت دیولپر اگر بیاین، حالا من دیولپر رو باز میکنم اینجا، تو قسمت داکش اگه برید یه قسمت نود داره، اینجا حالا روی رام بزنید ولیدیتور و اینجا دستورات مربوط به ران کردن نودشون هست و اینکه حالا چه مشخصاتی باید سرور مجازیتون داشته باشه. گفته باید یه سرور مجازی داشته باشه که حداقل 4 هسته داشته باشه و یه مقدار رم مشخص که با رم 8 گیگ هم عادت کار ما راه میفته. خب بریم تو سایت PQ هاستینگ ببینیم که چطوری میتونیم از این سایت با کریپتو خرید کنیم، یعنی آموزش حالا خرید سرور مجازی با کریپتو هم توی این آموزش راه اندازی نود شما میبینید. کسایی که بلد نیستن با کریپتو سرور مجازی بگیرن حتما این آموزش رو تا آخر ببینن. خب بریم تو سایت PQ هاستینگ. بعد از اینکه حالا ساین اپ کردین و یوزر پاس بهش دادید، یه همچین صفحه براتون میاد. سمت چپ یه قسمت ویرچوال پرایوت سرور داره. دیدیکیتد نیاز نداریم بچه، دیدیکیتد سرورهای حالا اختصاصی هست که خیلی قوی هن و خیلی گرون هن. ما سرور مجازی معمولی نیاز داریم. روی ویرچوال پرایوت سرور کلیک کنید. حالا این لیست سرورهایی که من از قبل گرفتم از اینجا و استفاده نود دارم فقط روشون، بچه ها نود روشون راه اندازی کردم. اصلا به هیچ وجه به درد ران کردن پراکسی یا VPN نمیخوره، این سایت کیفیت خوبی نداره مخصوصا توی حالا کانکشن و سرعت تبادل اطلاعاتش، فقط به درد راه اندازی نود میخوره. این تجربه‌ای که من خودم داشتم، حالا شاید یه نفر گرفته باشه بگه نه برای مثلا پراکسی وی پی ان هم اوکی، حالا کاری با اون قسمت نداریم. روی اوردر میزنیم. خب لوکیشنش رو میتونیم بذاریم روی مثلا کجا بذاریم که یه بعدی هم نده، مثلا روی فرانسه بذاریم و فکر کنم پالادیوم برا ما کفایت کنه. همون سرویس پالادیومش رو میگیم که 4 کور CPU داره، 8 گیگ رم داره، این اوکیه برا ما. رو اوردر میزنیم. خب تو این صفحه اول از همه باید اپراتینگ سیستم رو انتخاب کنیم. این رو میذارم روی اوبونتو 22. add to cart رو میزنیم. من اینجا قبلا یکی دیگه هم انتخاب کرده بودم، حالا یکیشو حذف میکنم چون یه دونه بیشتر نمیخوام. رو گزینه پی کلیک میکنید، میگه با چه متدی میخوای پی کنی یا حالا تراکنشت رو انجام بدی. من روی همون بیت کوین میذارم. اینجا میگم میخوام با ارز دیجیتال پرداخت کنم. اینجا میگه به اسم کی باشه، میگم مستر بلو پوینت. اینجا میگم کشورمون که ایران هست، نکس میکنم. بچه با کشور ایران هیچ مشکل خاصی نداره سایت PQ هاستینگ. ایرو میزنیم. سایت PQ هاستینگ هم سایت روسیه. خب این برامون همچین صفحه ای رو باز میکنه، میگه اینقدر بیت کوین باید شما پرداخت کنین. حالا میگیم ما بیت کوین نمیخوام، یک ارزی رو انتخاب میکنیم که فی کمتری داشته باشه. من معمولا با لایت کوین پرداخت میکنم. این بالا LTC رو تایپ میکنم، میگه که باید دقیقا این مقدار لایت کوین رو شما پرداخت کنین.
اینجا هم آدرس ایمیلتون رو تایپ کنید که نوتیفیکیشنش براتون بیاد. حالا من کانفیرم میکنم اینجا و این رو هم اکسپت میکنم. اینجا رو هم پروسید میکنم که این صفحه پرداختش برام بیاد. دقیقا باید این مقدار لایت کوین رو ما پرداخت کنیم به این آدرسی که اینجا گفته. حالا من از صرافی کوینکس دارم اینجا استفاده میکنم. 21 دلار تتر داشتم که میخوام حالا این رو برم همش رو لایت کوین بگیرم. من میام اینجا رو قیمت مارکت همه این 21 دلار رو لایت کوین میخرم. خب لایت کوین رو که خریدم میام تو قسمت asset روی withdraw میزنم. تو صرافی ایرانی هم برید دقیقا به همین شکل هست، یعنی شما میتونید بریم با ریال لایت کوین بخرید. حالا اون مبلغی که میخواینم داخل این EQ هاستینگ بهتون نشون داده دیگه چقدر باید شما لایت کوین بگیرید. دقیقا این مقدار یکم بیشتر بگیرید که فی تراکنش رو هم شامل بشه. مثلا اگه اینجا 16 صدام زده شما 17 صدام 18 صدام بگیرید. خب حالا میرم تو قسمت ویدرا آدرسمون کجا میشد؟ میشد این آدرسی که اینجا بهمون داده. این رو اینجا قرار میدم. این رو میذارم روی لایت کوین. دوباره ویدرا آدرس رو میذاریم اینجا. برمیگردیم یه بار چک کنیم اینو اشتباه شده یا نه. MA ترش هم DVU. خب این که اوکیه. چقدر میخوای انتقال بدی؟ برمیگردیم دوباره روی این صفحه و دقیقا این مقداری که اینجا هست رو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. این خودش دیگه با فیش حساب میکنه و این رو از حساب من کم میکنه. روی ویدرو میزنم. حالا یه تاییدیه هم باید قطعا بهش بدیم برای اینکه این ویدیو رو انجام بشه. ساب میکنیم تا کارهای حالا پرداشتش انجام بشه. خب اینجا از من کد تاییدیه گوگل آتنتیکیتور هم رو میخواد. خب من این رو هم بزنم. خب یک بار هم برای من یه تاییدیه برای ایمیل میفرسته. اینم حتما باید تایید کنم تا این کار برداشتمون از حساب کوینکسمون انجام بشه و اینجا رو هم اپروف میکنم و تمام. دیگه ساب میکنم تا کوینکس این مقدار لایت کوین رو به حساب پی کیو هاستینگ واریز کنه و بعد از این خب میگه که پیمنت شما کانفیرم شد و بعد میریم سراغ گرفتن مشخصات سرور. خب من اینجا رو کات میکنم تا این پرداختش انجام بشه بچه‌ها و بعد بریم سراغ کانفیگ کردن سرور برای نود شاردیو. خب دوستان یه 4-5 دقیقه طول کشید تا از کوینکس حالا این رو بزنه به حساب پی کیو هاستینگ که اینجا هم دارید میبینید این الان حالت دیگه سنت شده و فرستاده این رو. اینجا هم برای ما تایید شده، گفته پیمنتتون کامپلیت شده. خب این رو کلوز میکنیم، برمیگم توی داشبوردمون و اینجا خب بهمون میگه که چطوری میتونیم حالا از این ویرچوال پرایوت سرور استفاده کنیم. قسمت ویرچوال پرایوت سرور هم بریم، اینجا در واقع اوردرش زده شده، باید وایسیم این هم حالا ردی بشه دیگه. فکر کنم هنوز اکتیو نیست، حالا حالت اوردرد هستش، باید وایسیم این اکتیو بشه تا بتونیم بهش وصل بشیم. نمیدونم چرا اینجا زده سنتوس 7 و اوبونتو 22 رو انتخاب کردم. حالا این رو هم باز دوباره میتونیم تغییر بدیم. من به محض اینکه تونستم به سرور وصل بشم حالا ادامه نصب نود شاردیوم رو بهتون یاد میدم که چه جوری باید بریم جلو و چه کارهایی باید انجام بدیم. واسه من OSش رو به اوبونتو 22 تغییر دادم، کارهای نصب و اکتیو شدنش هم تمام شد VPSمون. حالا بریم سراغ نصب نود شاردیوم. داخل سایت شاردیوم که میشید قسمت دیولپر داره روی داکس اگه بزنید، حالا من اینجا موسم میپره روی داکس میزنه تو قسمت نود روی حالا ران اگر بزنید قسمت ولیدیتور داره که اون سری هم اومده بودیم اینجا مشخصات سرور رو دیدیم. دقیقا همون قسمت پایین یه قسمت داره که نوشته شما چطوری میتونید نود رو روی لینوکس و مک اجرا کنید، یعنی هم روی مک میتونید نصبش کنید هم روی لینوکس. خب سیستم عاملی که ما داریم استفاده میکنیم الان لینوکس اوبونتو ورژن 22 هست. در افزاری که میتونید بهش وصل شیم با پوتی میتونید وصل بشید با ایکس شل یا حالا ترمیوس یا هر نرم افزاری که بتونه شما رو به کامند شل حالا او اس تو نصب کنه. اوکی حالا من اینجا پوتی دارم بچا، پوتی رو هم توی حالا اینترنت فقط بنویسید دانلود پوتی به صورت رایگان میتونید دانلودش کنید و نرم افزار پولی نیستش رایگان. خب آی پی سرورم من اینجا برمی دارم، میام
توی نقص ها رو پوتین میزنم، اوپن رو میزنم، این رو اکسپت میکنم، روت رو میزنم. بچه ترجیحاً این کارا رو با پراکسی انجام بدید. چرا؟ چون حالا روی پورت 22 اختلال هست، ممکنه موقع نصب یهو حالا چه میدونم کانکشنتون تایم اوت بخوره یا اصلا صفحتون بسته شه و اینا، بهتره که کل سیستمتون رو وی پی ام باشه این کار رو انجام بدین که مشکل کانکشن تایم اوت نگیرید. خب بریم سراغ کامندهایی که باید بزنید. من این صفحه رو میارم این ور، این صفحه پوتیم هم میذارم اینجا، بذارید یه ذره سایزش هم اینجا بزرگتر کنم که شما هم بهتر ببینین. چینج کنم فونتش رو و سایزش رو هم بیارم بزرگتر کنم که بهتر ببینیم. خب طبق معمول من یک بار صفحه رو هم کلیر میکنم که چیزی اینجا نباشه و میریم سراغ کامنت هایی که باید اجرا کنیم. اول از همه گفته که نیاز به کرل دارید. خب کرل رو اینجا نصب میکنیم. این کنترل آلتی برای کسایی هستش که حالا سیستم عاملشون لینوکس هست، مستقیم میخوان ترمینال رو باز کنن، باید از این طریق استفاده، از این طریق برن جلو. یعنی خب کرل که نصب شد اینجا، یک بار میگه باید آپدیت کنید حالا لینوکستون رو. من سودو APT آپدیت رو میزنم که OS هم آپدیت بشه. صبر میکنید تا این آپدیت هم انجام بشه روی OSتون و بعد میریم سراغ قسمت بعدی. حالا اون جایی که طول بکشه رو من براتون کات میکنم بچه‌ها که وقت شما هم گرفته نشه. خب آپدیت همون انجام شد، بریم سراغ کامند بعدی. گفته داکر رو باید نصب کنیم، میگیم اوکی کامندش اینه، یه اینتر میزنیم اینجا بهش یه یس میدیم که نصب کنه برای ما این پکیج رو. با دستور بعدی میتونیم حالا ورژن داکرمون رو چک کنیم. بچه‌ها وقتی میبینید یه همچین دستورایی میذارن که آدم میسن ورژن، هدفشون اینه که شما چک کنید ببینید اصلا داکر براتون نصب شده یا نه. حالا اینجا هم دقیقاً به خاطر همین کامند رو گذاشته، این کار خاصی انجام نمیده، فقط بهتون نشون میده که داکر با چه ورژنی الان رو اوستون هست یا نیست. خب من صبر میکنم این هم نصب شه. بچه یکی از دلایلی که بهتون گفتم پیکیو هاستینگ نگیرید اینه، سرعت دانلودش و پهنای باندی که در اختیارتون میذاره شیره. برای وی پی ان و پراکسی اصلا خوب نیست، ولی برای ران کردن نود اوکیه. این هم یکی از دلایلی بود که بهتون گفتم مثلا سمت پیکیو هاستینگ برای ران کردن پراکسی وی پی ان نرید. خب بچه داکر هم برامون نصب شد، بریم حالا داکر ورژن رو بزنیم ببینیم به اون چی نشون میده. خب داره نشون میده که ورژن 20 داکر رو برامون نصب کرده و این هم دقیقا متناسب با سیستم عامل اوبونتو هست. خب الان میخواد داکر کمپوز رو نصب کنه. حالا اینجا من کل کامندش رو اینجوری کپی میکنم، میام اینجا میذارم، یه اینتر میذارم که اینم نصب کنیم. خب اینم تموم شد. دوباره کامند بعدی. بچه اینجا هیچ تغییری تو کامند نباید بدید، دقیقا فقط خودش گفته اینا رو به ترتیب نصب کنید. دوباره اینجا ورژن کامپوزش هم چک میکنه برا ما. خب اینم که از این، حالا بریم سراغ این که ولیدیتور اصلی رو باید دانلود کنه اینجا. خب این کامند رو کپی میکنید، اینجا پیست میکنید. اینجا یه راهنمایی هم کرده بهتون، میگه سوالاتی که ازتون میپرسه اینجوریه، میگه که میخواید وب بیس داشبورد داشته باشین. ما میگیم بله، کلا هر چیزی که داشبورد داره به دردمون میخوره در آینده. خب اینجا میگه یه پسورد براش مشخص کن، من یه پسورد برای داشبوردم میذارم. پسورد رو بهتون نشون نمیده بچه توی لینوکس وقتی تایپ میکنید. خب یه اینتر میزنم. میگه چه پورتی رو میخوای انتخاب کنی برای داشبوردت که تو حالا صفحه مرورگرت باز میشه. من میگم همون 8080 اوکیه و اینجا همون محل دایرکتوری که حالا برای نصب نود شاردیوم میخواد رو باید انتخاب کنیم که میگیم همون دیفالت تامین باشه اوکیه و میذاریم که مراحل نصبش انجام بشه. خب سوالاتی هم که اینجا از همون پرسیده بود دقیقا اینجا داره نشون میده، گفته همینا رو ازتون میپرسه. خب صبر میکنیم تا دانلود و نصب اینا تموم بشه و بعد میریم سراغ مرحله بعدی. خب دوستان نصبش تمام شد، بعدش من مجبور شدم برم جای دیگه ول کردم پی سی رو. اینم برخوش نصبش تموم شد، چند ساعتی نبودم پشت سیستم.
خب الان به ما میگی که شما میتونین توی بروزرتون داشبوردتون رو باز کنین با این آدرس، مثلا لوکال هاست آدرسی که روی خود او اس قطعا جواب میده و ما این لینک رو از اینجا کپی میکنیم و به جای لوکال هاست باید آی پی سرور مجازیمون رو بذاریم. این هم آی پی سرور مجازیمون هست، از اینجا برش میداریم میذاریمش اینجا و یه اینتر میزنیم. خب این پیامی که داد ادوانس پروسد رو میزنیم که این صفحه یا داشبورد پنلمون باز. خب میگه که اینجا پسوردت رو بده، همون پسوردی که موقع نصب تعریف کرده بودیم رو اینجا تایپ میکنیم، سابمیت میکنیم و ساب میکنیم تا داشبوردمون باز. خب این داشبورد شاردیوم هست، نود ما به درستی نصب شده. چند تا گزینه داره این بالا دوستان. خب توی پرفورمنس که قطعا باید وضعیت نودمون رو نشون بده که خب الان داره نشون میده چقدر از سی پی او اینا درگیره به چه صورت هست. میایم تو قسمت مینتنس. خب اینجا باید یه سری کارها رو انجام بدیم، یکی این که نودمون رو اول استارت کنیم. حالا خودشون توی چیز نوشته بودن تو سایتشون که بین 5 تا 10 دقیقه این خودش استارت میشه و این گزینه استارت تبدیل میشه به استاپ. حالا ما صبر میکنیم چند دقیقه، اگر این استارت نشد خودش دستی بیاید این استارت رو بزنید، دوباره 10 دقیقه صبر کنید و حالا بعد یه رو بیاید ببینید تو پنل این تبدیل شده به استاپ یا نه. اگر این گزینه استاپ اینجا اومد به جای استارت، یعنی نودتون در حال ران شدن هست و مشکلی نداره. خب این از این. اینجا هم باید کیف پول متامسکمون رو وصل کنیم بهش. حالا اجازه بدید من این رو فکر کنم روی مرورگر دیگه هم باید باز میکردم، بیام روی مرورگر کروم هم باز کنم چون میخوام کیف پول اینجا رو وصل کنم بهش. خب بریم اینجا پسوردمون رو بزنیم، دوباره متامسکمون هم باز کنیم چون میخوام کیف پولمون رو لینک کنیم به این شاردیومی که اینجا داریم. خب قبل از اینکه حالا از این گزینه استیک و وصل کردن کیف پولمون استفاده کنیم، باید بریم تو خود سایت شاردیوم اون اندپوینتاشون رو روی حالا متامسکمون تعریف کنیم. من میام اینجا یه قسمت اندپوینت داره، اینو از اینجا کپی میکنیم ببریم تو یکی مرورگرمون. حالا شما دیگه مستقیما از همین مرورگر اصلیتون که استفاده میکنید و وصل کنید. اینجا کانکت رو کافیه بزنید تا این اند پوینت ها وصل بشه یا تعریف بشه رو متامسکتون، سویچ میکنید و تمام. حالا اینجا کانکت والت رو میزنید، متامسک رو انتخاب میکنید. اینجا من میام رو کیف پول نرم افزاری میذارم، سخت افزاری نمیخوام باشه، نکست میکنم و در نهایت این کانکت میشه به کیف پولم. خب اینجا میگه که شما باید حتما یه مقدار حالا فاند داخل کیف پولتون داشته باشید، تقریبا 10SHM توکنشون رو باید داشته باشید تا بتونید استیک کنید اینجا. حالا ما کیف پولمون رو تعریف کردیم، اجازه بدید من طریقه واسط کردن SHM هم بهتون بگم. کافیه بریم توی دیسکوردشون، حالا من دیسکورد رو باز کنم با آدرسی که حالا توی این پنل اینجا ما وصل کردیم کیف پولمون رو، این رو کپی میکنم از اینجا و میریم داخل دیسکورد. لینک دیسکوردشون هم براتون زیر دیسکریپشن میذارم، بچه اگه میخواید استفاده کنید میتونید از لینک هایی که زیر دیسکریپشن هست استفاده کنید و وصل بشید به دیسکوردشون. حالا من شاردیوم رو اینجا بیارم. اوکی. یه کانالی دارم به اسم فاست اینجا هستش و اینجا شما میتونید حالا با دستور فاست یه مقدار از توکنشون رو بگیرید. خب اسلش فاست رو باید بزنیم، فاست آدرس رو اینجا انتخاب میکنیم و در نهایت آدرسی که فکر کنم متامسک که اینجا این رو تعریف کردیم. از ببینم درست زدم آدرس رو، من رو لجر نمیخواستم باشم، میخواستم روی این باشم. آدرس رو از اینجا بر میداریم، این یک بار دیلیت میکنیم، آدرس جدید رو دوباره توش پیست میکنیم. خب اینجا یه بار انتر میزنم و حالا به من گفته که این فانت ها توی یه مدت زمان کوتاهی برای شما فرستاده میشه. ساب میکنیم تا این یه مقدار حالا SHM وارد کیف پولمون بشه.
دوستان من یه چند دقیقه صبر کردم، اتفاق نیفتاد، چیزی برای حالا کیف پولم نیومد. بعد اومدم توی دیسکوردشون، بعد از چنل فاسد 1-0 استفاده میکردیم، من اشتباهی اومده بودم اینجا زده بودم، این رو نباید بزنید، حتما از اون فاسد 1-0 باید استفاده کنید. دستورش هم این همون قبلی، هیچ فرقی نمیکنه که 15 تا به شما SHM میده. الان داریم ما و اینجا اد استیک رو میزنید، مقداری که میخواین رو میزد روی 10 استیک رو میزنید اینجا. و حتما حواستون باشه بچه ها، کیف پولی که اینجا انتخاب میکنید اگر ایردراپی انجام بشه به این آدرسی که اینجا میزنید این بالا، این ایردراپ صورت میگیره. خب این الان میگه که این سش فیلد فان. خب این که اوکی شد، ارورش هم رفت، صبر میکنیم تا این استیک هم انجام بشه و تمام. حداقل 10 تا SHM شما باید استیک کنید. خب بچه من چند بار دیگه اینو رفرش کنم، یه بار دیگه اد استیک زدم چون هیچی از کیف پولم کم نکرده بود، SHM باگ شده بود. بعد آخرین باری که زدم SHM رو کم کرد، بالاخره یه مقدار باگ داره پنلش و الان اینجا نشون داده که حالا به این آدرس ما این رو استیک کردیم، حدوداً 10 تا SHM هم استیک کردیم. حتما این بخش رو باید انجام بدین بچه ها، این خیلی مهمه. البته الان باید ریموف استیک هم داشته باشه برای من، ولی بذار یه بار دیگه رفرش کنم شاید اوکی بشه. پنلش که الان اوکی شد، این ریموف استیک هم الان برای من اومد. شما هم دقیقا این کار رو انجام بدین دیگه، یعنی در نهایت باید حالا اون چیزی که تو پنل میبینید مثل من شده باشه، یعنی سمت چپتون نودتون رام باشه، حالت استندبای، سمت راستتون هم این حالت ریموف استیک رو داشته باشین و اینجا هم آدرس کیف پولتون رو بهتون نشون بده. اگر حالا خبری از ایردراپ شما تو چنل اعلام میکنم. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، پیس آوت.